قسمت بعدی عمل نکردن دکمه قفل مرکزی هست. خودرو رو روشن می‌کنیم و در همین حالت دکمه قفل مرکزی رو تست می‌کنیم. اگر که قفل مرکزی عمل کرد، BSI ما سالم هست و هیچ مشکلی نداریم. در غیر این صورت اتصال سیمی قفل مرکزی تا BSI رو مورد بررسی باید قرار بدید. قبل از این کار با استفاده از دستگاه ABI و مراجعه به مراحل زیر، پارامتر Looking Request via the Internal Bottom یعنی قسمت دکمه داخلی رو مورد بررسی قرار میدیم. آیا پارامترها تغییر وضعیت میدن زمانی که ما دکمه رو بالا و پایین میکنیم؟ اگر که با تغییر وضعیت ما این تغییر وضعیت رو داشتیم، پس ما مشکلی نداریم. در غیر این صورت خود دکمه قفل مرکزی رو باید بررسی کنیم، دست سیم ها رو بررسی کنیم و BSI رو که BSI هم گفتیم میتونید با تعویض BSI این نکته رو ما متوجه بشیم. ببینید در آخرین مرحله در صورت اطمینان از صحت دکمه قفل مرکزی، سالم بودن سیم ها، اقدام به تعویض BSI کنید. پس این یکی از مراحلی است که در نهایت ما باید انجام بدیم. اما چرا ما میگیم قطعه یدکی داشته باشید داخل مغازه؟ برای اینکه نخواهید به یه شخص بگید برو آقا BSI بخر بیار، من رو ماشین تست کنم، تعریف کلید کنم، سنگرانیزه کنم و در نهایت باز عیب برطرف نشه. تون وسط دیگه شما BSI رو استفاده کردی و نمیتونی پس بدی. بعد نگاه میکنیم میبینیم مشکل حالا یا از دکمه قفل مرکزی یا از سیم یا از یه جای دیگه بوده و ما متوجه نشدیم. تو این حالت دیگه ما نمیدونیم با اون BSI که خریداری کردیم برای ماشین قرار دادیم چی کار کنیم. به همین خاطر ما میگیم BSI دست دوم رو داشته باشیم. یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم که فکر نکنید که فقط شما دارید این کار رو انجام میدید، یعنی شما فقط BSI دست دوم دارید روی ماشین تست میزنید. اگر که یه سری مراجعه کنید به نمایندگی های ایران خودرو یا نمایندگی های سایپا، یکی از مراحلی که خیلی سریع اونجا تست میزنن روی خودرو و ببینن عمل میکنی یا نه، تعویض قطعات هست. یعنی سریع یه قطعه دست دوم روی سیستم قرار میدن، چکش میکنن ببینن سالم هست یا نه. اگر که سالم شد اونجا قطعه نو رو میارن و استفاده میکنن. اگر که سالم نشد سیستم متوجه میشن که این قطعه ای هم که تعویض کردن ربطی به این قطعه نداشته، یعنی الان یک قطعه سالم رو دارن روی سیستم قرار میدن. به همین خاطر حتی اگر از چند نفر از نمایندگی ها هم سوال کنید، میبینید یکی از کارهایی که انجام میشه تعویض قطعه هست. نه حالا در ایران خودرو و سایپا، حالا ما کار به این دو تا شرکت نداریم، خیلی از شرکت های دیگه یا تعمیرگاه های دیگه چه خارج از ایران اگر که دسترسی داشته باشید سوال کنید، می‌بینید که یکی از موارد کاری تعویض قطعه هست که سریع قطعه رو عوض کنن، عملکرد ماشین رو ببینن، خیلی سریع بتونن به نتیجه برسن. یکی دیگه از مراحل اتصال سیمی دکمه قفل مرکزی تا پشت آمپر است. با استفاده از منوهایی که نشون داده شده، پارامتر میجرمن، اندازه‌گیری پارامترها، اما قبلش اینسترومنت پنل هست پشت آمپرمون، میایم تغییر وضعیت پارامتر سنترال لوکینگ باتوم رو نگاه میکنیم دکمه قفل مرکزی که ببینیم آیا تغییر پارامتر رو داریم یا نداریم. داشتن تغییر پارامتر یعنی که داره سیستم درست کار میکنه. با بالا و پایین کردن دکمه پارامتر هم عوض میشه، بسته یا باز میشه و ما میتونیم این مورد رو روی سیستم ببینیم. نکته دیگه که در مورد صحبت میکنیم عدم تعریف کلید و عدم سنکرونیتی دادنه ریموت کنترل است. اگر که ریموت کنترل نو باشه، ما بتونیم تعریف کلید خودمون رو خوب انجام بدیم، درست انجام بدیم، اما باز ریموت کنترل عمل نکنه،
در مرحله اول ما باتری ریموت کنترل رو با استفاده از ابزار پرتوتل میتونیم چک بزنیم. همون ابزاری که خدمتتون عرض کردم میتونه فرکانس رو بررسی کنه، سیگنال های ارسالی فرکانس رو مورد بررسی قرار میده که ببینیم آیا فرکانس ارسال میشه یا خیر. در یه حالت دیگه این که ریموت کنترل نو نباشه و ما باتری رو هم چک کردیم اما باز تعریف کلید یا سنکرونیزه رو نمیتونیم انجام بدیم، در این حالت با استفاده از یک ریموت کنترل نو و انجام تعریف کلید و سنکرونیزه کردن یک بار دیگه مورد رو مورد بررسی قرار میدیم که ببینیم آیا مشکل ما از ریموت کنترل قبلی بوده، امکان داره بر اثر ضربه اتمام باتری و یا هر مشکل دیگه ای در اون ریموت کنترل عمل نداشته باشه. قسمت بعدی باز شدن مجدد قفل ها پس از بسته شدن آن هست. اولین نکته که ما میدونیم برای این حالت این هست که یکی از لادری ها داره در حالت عمل کردن هست. یعنی چی؟ یعنی درب یکی از خودروها، یکی از دربهای خودرو باز هست. حالا این میتونه از 4 درب، کاپوت یا صندوق عقب باشه. یک بار کامل همه درها رو چک میکنیم که تمامی درها بسته باشه. نکته که دیگه عرض کردیم خدمت دوستان این بود که در کامل بسته است اما لادری ها دچار مشکل شدن و همچنان بعد از بسته شدن درب ارتباط منفی خودشون رو به BSI دارن ارسال میکنن. برای این کار میتونیم در BSI در قسمت پارامتر میجرمنت وضعیت سویچ های لادری BSI رو کنترل کنیم، ببینیم آیا سویچ های لادری دارن منفی رو ارسال میکنن به BSI یا خیر. یکی از منفی ها حتی اگر ما ارسال داشته باشیم یعنی این که ما قادر به قفل کردن درب ها نیستیم. تو این حالت میتونیم با عمل کردن هر کدوم از لادری ها در قسمت پارامتر میجرمنت اندازه‌گیری پارامتر ها اون پارامترش رو ببینیم که آیا با این لادری که باز و بسته میشه آیا پارامتر ما تغییر میکنه یا خیر، که در این حالت میتونیم اگر که این اتفاق افتاد متوجه میشیم که پارامترهای ما، لادری‌های ما سالم هستن و مشکل حالا باید از یک جای دیگه مورد بررسی قرار بدیم. گاهن اگر که سیمکشی ما در جایی به بدنه ماشین اتصال داشته باشه این اتفاق میفته، یعنی که لادری سالم هست اما همچنان این اتفاق داره میفته. یه کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم این هست که لادری ها رو باز میکنیم، سیم ها رو از قسمت لادری جدا میکنیم که اصلا کاری دیگه به لادری نداشته باشه، سیم آزاد باشه. اگر بعد از این کار هم باز همچنان ما باز و قفل شدن درب ها رو نداشته باشیم این امکان داره که سیم ها یه جایی به بدن متصل هستن. برای اینکه اطمینان داشته باشیم از قسمت پارامتر میجرمنت نگاه میکنیم، اگر که یک لادری دائم در حالت کار باشه یعنی که یک اتصال بدنه توی اون رشته سیم یا اون در وجود داره که ما میایم نسبت به اون در سیمیشو پیدا میکنیم، سیم لادری، و تا رسیدن به BSI مورد بررسی قرار میدیم که این سیم جایی به بدن خود رو برخورد نداشته باشه. در صورتی که همه موارد رو چک کردیم هیچ مشکلی از لحاظ لادری سیمکشی وجود نداشت، تو این حالت BSI رو تعویض میکنیم ببینیم آیا مشکل برطرف میشه یا خیر. اگر که مشکل برطرف شد مشکل از BSI هست. حالا قبل از که بخوایم کامل BSI رو عوض کنیم یه بار دانلود میکنیم با ورژن بالاتر، پارامترها رو مورد بررسی قرار میدیم که از لحاظ پیکر بندی درست باشن. بعد از دانلود کردن و تست پیکر بندی اگر همچنان مشکل وجود داشت خب دیگه BSI رو کامل عوض میکنه، اگر که دیگه نه مشکل برطرف شده بود که دیگه ماشین کار خودش میتونه ادامه بده. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی روز روزگار خوش.